طرح مسکن اجتماعی تقلیدی از طرح شکست خورده مسکن مهر دولت روحانی از زبان وزیر مسکن و شهرسازی خود از پروژه جدیدی به نام طرح مسکن اجتماعی که قرار است جایگزین طرح مسکن مهر شود سخن گفته است اما شواهد است در حالی که طرح مسکن مر به عنوان یک طرح شکست خورده با میلیاردها دلار هزینه روی دست رژیم مانده است دولت روحانی میخواهد همان طرح را با کم کردن هزینه آن از طریق کم کردن زیربنای تعیین شده دنبال کند نام طرح را هم از مسکن مر به مسکن اجتماعی تغییر دادند در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر پیش بینی شده است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به 70 متر می رسد. اما واحدهای مسکن مر 90 متر مربع وسعت دارد. نگاهی به جزئیات این تر که در رسانه های رژیم آمده است نشان می دهد که طرح مسکن اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که در آن دولت روحانی از فرط درماندگی به تقلید روش های احمدی نژاد در اداره امور کشور برگشته است. طرح مسکن مرک تا کنون حتی نیمی از آن نیز به بهره برداری نرسیده است بعد از آن در دستور کار دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفت که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و دولت وقت برای کنترل بازار مسکن با توزیع زمین رایگان این طرح را شروع کرد این تر به سرعت به مکانی برای دوستی کلان تبدیل شد و مشکل مسکن در ایران نه تنها به قوت خود باقی است بلکه شدت هم یافته است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که اجاری مسکن در ایران در فاصله دو سال از سال 90 تا پایان سال 92 حدود یک و نیم برابر و تنها طی چند ماه گذشته نیز بیش از 21 درصد افزایش داشته است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از طرح مسکن مر گفته است مشکل من با ساخت مسکن مر این بود که این واحدها در جایهایی ساخته شدند که قابل سکونت نبودند طرح ساخت مسکن مر عمدتا در مناطقی شروع شد که در حاشیه شهرها قرار داشت و امکانات زیربنایی کافی نداشت برای همین هم بخشی از واحدهای مسکونی وقتی ساخته شدند نه آب داشتند نه برق و نه تلفن علاوه بر این پیش بینی بسیاری از زیر ساخت های لازم نظیر درمانگاه، مدرسه و دیگر نیازهای اولیه نیز در این شهرک ها نشده بود. مجریان این گویان نمی دانستن که مسکن علاوه بر مکان فیزیکی و یک سرپناه کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد و به خدماتی نیاز دارد که بدون آن سرپناهی هم که ایجاد شده است غیر قابل سکونت خواهد بود و در عمل چیزی بیش از حلبی و حسیر از آب در نمی آید. دولت احمدی نژاد برای تامین هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن مر از بانک مرکزی پول قرض گرفت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد میگوید به این منظور بانک مرکزی ایران 42 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد و آن را به دولت قرض داد به این ترتیب مردمی که قرار بود از طریق طرح مسکن مهر صاحب خانه شوند هم میبایستی هزینه ساختن منزل خود را به اقصاد به دولت پرداخت کنند و هم نتایج تورمی ناشی از چاپ خودسرانه اسکناس را تحمل کنند. در این رابطه تیبنیا میگوید که با چاپ کردن پول بدون پشتوانه تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفتیم برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم. محروم ماندن از داشتن مسکن مناسب میلیون ها خانوار ایرانی را دربر می گیرد. تنها به عنوان یک نمونه بیش از یک میلیون هاشینشین در اطراف کلان شهر تهران زندگی می کنند. تهران که عمدتا کارگران مهاجر از سر نقاط ایران به همراه خانواده هایشان را شامل می گردن از کمترین امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی در خانه هایی که با مسالهی همچون گل، پلاستیک، پارچه و حلبی ساخته شدن در فقر و تنگ دستی زندگی می کنن. این وضعیت شامل کلیه شهرهای بزرگ ایران است گذشته از این بنا به آمار بانک مرکزی ایران از حدود 18 میلیون خانوار ایرانی که نه در حاشیه بلکه در خود شهرها و روستاها ساکن هستند بیش از 5 میلیون خانوار اجاره نشینند در کنار این وضعیت بایستی میلیونها خانوار روستایی را دید که در خانه های گلی زندگی می کنند. خانه هایی که نامناسب بودن و ناکافی بودن آن برای زندگی در کشور زلزله خیزی مانند ایران هر چند سال یک بار به قربانگاه ده ها هزار انسان تبدیل می شود. شمار خانه سست سوست بنیاد در شهرها هم البته کم نیستند که همین سرنوشت را انتظار می کشند. بر اساس اصل سی که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق هر فرد یا خانواده ایرانی است که دارای مسکن مناسب باشند در این اصل دولت موظف شده است زمینه این اصل را با اولویت بخشیدن به کارگران و روستانشینان فراهم کند این اصل در شرایطی به جمهوری اسلامی تحمیل شد که مردم انقلاب کرده هنوز مقهور سرکوب رژیم اسلامی سرمایهداری نشده بودند مردمی که رژیم شاه را سرنگون کرده بودند با مطالباتی کمتر از این به خانه هایشان فرستاده نمیشدند. در واقع این اصل نظیر اصول و بندهای مشابه روی کاغذ باقی ماند اما کابینه ها با توجه به وزن اجتماعی و مبارزاتی مشمولین این اصل همیشه وعده های توخالی برای صاحب مسکن کردن اقشار کم درآمد داده و میدهند دولت روحانی هم در عین انتقاد از سلف خود در زمینه مسکن راه رفته را دوباره خواهد پیمود. واقعیت این است تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد و همه ثروت جامعه در چنگ مشتی غارتگر قبضه شده باشد، فساد و دزدی در آن نهادینه است و طرح مسکن اجتماعی هم سرنوشتی جز سرنوشت طرح مسکن مر پیدا نخواهد کرد. زندگی زیر یک سق و برخورداری از کلیه امکانات ایمنی و رفاهی حق مسلم همه انسان هاست و دولت ها موظفن به آن پاسخ دهند اما تحمیل این حق مسلم به رژیم اسلامی در گروه اتحاد و یک پارچگی توده های کارگر و زحمتکش و مبارزه متشکل و سازمان یافته آنان است.